از یکی از یعنی شیفتگان و علاقمندان بورسات بودیم. یه چند تا از کاراش رو اگه برای ما نام ببرین، کاری که خیلی به شما تاثیر گذاشت. من وقتی که خودم رو شناختم توی گوشم مرزیه بود، توی گوشم زکریا، یعنی توی خانواده این شکلی بود. خب انقدر سیاده الان نمیتونم بگم. سمتی ایستادم که همیشه سکوت نبوده، فریاد بوده. بنابراین نه از طرز لحاظ صدا، بلکه چون شخصیت ستودنی داشتم. قطعاً تو تاریخ ما تاریخی میشه. یه هنرمند اسطوره. اون وقت صدا و سیما زیرنویس هم نرفت. زیرنویس باید از بیگانه بشنوم. عشقم و زندگیم و نفسم و الان حالم بعدی اصلا من نمیتونم نفس بکشم. این به غیر از اون نقطه چین دیگه آثار دیگه ارزششون تو ذهنتون هست که حالا خاطری داشته باشین و خیلی بهش علاقه داشته باشین؟ بعد سرکار خانم، حالا ما بیشتر سمت کارهای هنری استاد صحبت بکنیم، شما خودتون با کدوم یکی از آثار استاد خیلی ارتباط گرفتون و علاقه من بودیم؟ همش توی سی دی من هست، از صبح گوش میدم، اگر گوش ندم خوابم نمیاد. که چند تا از آثارشون رو برای ما و مخاطبین نام ببریم. جام جهان، حالا ریتمیک جام جهان، عرض کنم خدمتون اون مرغ سحرم که مال ملیه، همه هم داشتن میخوندن الان سحر، اونم سرود ملی مونه که گل گلاب گفته. بنابراین من با تمامشون، با تمام آثارشون، بیشتر با آواز پسرشون همایون آشنایت دارم. به غیر از مرغ سحر اثر دیگه از ایشون تو ذهنتون هست؟ حالا من سنتی زیاد اهلش نیستم، ولی همین این همیشه تو ذهن من بوده. همین یک مرغ الان دل شدگان رو فقط خاطر کنم. حالا اون کلا من زیاد سنتی میشم. میخوای که در صفحه رسمی خودش مراسم تشییع استاد چندریان رو اعلام بکنه؟ برود شما با کدوم یکی از کارهای استاد خاطره ای داری و آشنایی داری؟ مشکل ربنا که بعد قدیم تو تلویزیون ماه رمضان بیشتر خاطر اون بوده که به معنی شناخت کلیشون در مورد همینه. خب من اذانی که ایشون گفت ربنا رو خیلی دوست دارم. اذان ربنا خیلی شناشون مرغ سحرشون، مرغ سحر که الان میخوندن دوستان با هم. بله خاطره همین ترانه که الان خوندم یه دونه از اینا خاطره دارم. کدومه این که الان خوندن؟ ای خدای فلک یه خوندن اونه خاطره دارم و چند تا هم از قدیمه که الان یادم نیست. آه خاطر مرغ سحرش خیلی خوندن. مرغ سحر دیگه؟ مرغ سحر دیگه؟ بیشتر آقا مثل بوش کردم بیشتر. ولی الان فقط مرغ سحر رو الان هم که دارن میخونن مرغ سحر. بله. میخواییم به یاد استاد دو بندشو برای ما شعرش رو بگید. آه شعر مرغ سحر از کی بود؟ نمیده بلند تر بکن. نمیدونی؟ فکر میکنم اینجور اشخاص اصلا نباید فوت کنن. به نظر ما باید چند صد سال زنده باشن تا مردم بتونن ازشون استفاده کنن. من اگر شما نگاه شما سبک موسیقی خودتون باید راک باشه، چون آقای کرت کوبین رو و نیروانا رو دیدم. اینم باز تمام علاقه برمیگرده به نوجوانی. از اون موقع آره من کرت کوبین رو خیلی دوست دارم. من خب نه، من واقعا علاقه خاصی سبک خیلی خاصی ندارم، هیچ چیزی روی این ندارم، ولی خب خودم سعی میکنم بیشتر یه کاری که خودم دوست دارم انجام بدم تا سبک راک و بلوز. ولی به غیر از مرغ سحر چطور؟ موسیقی موسیقی سنتی گوش میدین؟ علاقه دارین؟
ولی کلا چیز جز مرغ سحر رو این زیاده آثار ایشون. ولی خب من تو اونجایی که مثلا تو این هم فراره خب زیاد آه مگه زیاد گوش نمیدین آثار استاد رو؟ نه گوش دادم ولی خب اونجور باشه که بخوام حس کنم نه اکثرا اینجوریه که تحت تاثیر مثلا همون فضای مجازی که مثلا هی گفتن و مثلا تبلیغ شده مثلا چرا اینجوری حالا بخاطر یه سری مسائل مثلا سیاسی بوده اینا بولد شده اومده بالا ولی خب مال ما نخونم به شخصی برای خود شخصیت خود استاد همایون